داستانهای شاهنامه فردوسی شماره 172 و ما بعد وقتی کاووس آگاه شد که سیاوش چه بر سرش آمده و چگونه سرستنش رو شده است جامه درید و رخ را خونین کرد و از تخت به خاک افتاد ایرانیان مویه کردند و دیدگانشان پر از خون بود و رخشان زرد شده بود تمام پهلوانان چون توس و گودرز و گیو شاپور و فرهاد و بهرام روحام و زنگ و خراد برزین و گرگین و شیدوش همگی به سوگواری نشستند خبر به نیم روز رسید که ایران از مرگ سیاوش به ازا نشسته است وقتی تمتن این خبر را شنید از هوش رفت و در زابل قوقایی برپا شد. زال صورت میخراشید و زواره گریبان درید و فرامر سینه چاک کرد و رستم مویه میکرد که جهان چون تو شاهی ندیده است. دریق و افسوس که دشمن شاد شد و همه کوشش های من از بین رفت. یک هفته سوگواری کردند و روز هشتم سپاهیان از کشمیر و کابل جمع شدند و به سوی کاووس راه افتادند. بزرگان ایران به استقبالشان رفتند و همه زار و گریان بودند. وقتی رستم به کاووس رسید گفت عشق سودابه باعث این بلا شد و چنین ضرری به ایران رساند. سیاوش به خاطر بدگویی های این زن شوم از بین رفت. اکنون من به کینخواهی سیاوش آمدم. کاووس گریان مینگریست و پاسخی نداد. پس تهمتن به سوی کاخ سودا برفت و گیسوانش را کشید و از پرد سرا بیرون آورد و او را با خنجر به دونین کرد. بعد از مدتی ازاداری ایرانیان آماده نبرد شدند و گودرز و توس و شیدوش و فرهاد و گرگین و گیو روحام و شاپور و خراد و فریبورس پسر کاووس و بهرام و گرازه و گست، گستم و زنگه شاوران و فرامرز پسر رستم و زواره همه اجتماع کردند و رستم گفت نباید این کینه را کوچک شمارید از دلها ترس را بیرون کنید و به خدا قسم تا زنده ام دلم از درد سیاوش خون است و انتقام او را می گیرم بنابراین خروشی پدیدار شد و سپاهیان آماده نبرد شدند پیشرو سپاه فرامرز فرزند رستم بود سپاه راه افتاد تا به مرز توران رسید و دیدبان آنها را دید. نویسنده بانو فریناز جلالی راوی داستان فریما قباد.